آیا نمی‌دانید که شما هیکلهای خدا هستید؟ خود پولس رسول اشاره می‌کرد که شرط نجات ایمان هست بیایید امروز خودمون رو در دستهای خداوند قرار بدیم مثل اون گل بگیم ای خداوند تو خالق من هستی این محبت هست که ما رو میشکنه این محبت هست که ما رو به توبه میکشه با سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز بار دیگر در خدمت شما هستیم در فرصت دیگه در برنامه دیگه از مجموعه تفسیری بر تعالیم دشوار پولس رسول خوشحالم که بنده حقیر در خدمت خداوند در این برنامه با شما خواهم بود و به کمک خداوند با لطف شما عزیزان که ما رو پذیرای هستید در خانه های خودتون در هر جایی که هستید فیض و سلامتی خداوند با همه شما باد در ادامه مطالعات خودمون از رسالات پولس رسول که یک گزیده ای کردیم از اون تعالیم دشوار تعالیمی که بیشتر بحثنگیز هست تعالیمی که در اون نظرات متفاوتی هست رسیدیم به بخش دیگری از این گفته ها که در رساله پولس رسول به قرنتیان در رساله اول پولس رسول به قرنتیان باب شش از آیات ۹ تا ۱۰ برای شما قرائت خواهم کرد و موضوع و عنوان این برنامه این هست که چه کسی وارد ملکوت خواهد شد راه ورود به ملکوت چیست و کسانی که به ملکوت وارد میشن چه شرایطی رو دارن البته ممکنه ما بدونیم و فکر کنیم که جواب را میدانیم و البته جواب را میدانیم که عیسی مسیح تنها راه و راستی و حیات هست و ولی اما در این حال در این رساله یک چند آیه هست که شاید یک مقدار در ذهن ما تزلزل ایجاد کنه و توجه ما رو با توجه به اون اطلاعات و داشته‌ها و آموزشی که در قبل داشتیم و ایمانی که داشتیم یک مقدار سوالات جدیدی رو مطرح کنه با کمک خداوند سعی خواهیم کرد یک نگاهی بر این بخش داشته باشیم اگر کتاب مقدس هاتون در دستتون هست چند لحظه این رو با هم مطالعه کنیم رساله اول قرنتیان باب ششم از آیات نه تا ده رو خدمتتون قرائت خواهم کرد پولس رسول میفرمایند آیا نمیدانید که ظالمان وارث ملکوت خدا نمی‌شوند؟ فریب نخورید زیرا فاسقان و بودپرستان و زانیان و متنعمان و لوات و دزدان و تمعکاران و میگساران و فحاشان و ستمگران وارث ملکوت خدا نخواهند شد و بعضی از شما چنین می بودید؟ لیکن قسل یافته و مقدس گردیده و عادل کرده شده اید به نام عیسی خداوند و به روح خدای ما ظاهرا شاید وقتی این آیات رو میخونیم میبینیم مشکل زیادی نیست و کاملا صحیح هست اما سوالی که از نظر الهیاتی برای ما مطرح میشه اینه که راه نجات راه یافتن حیات جاودانی در ایمان مسیحی چه چه هست؟ آیا اعمال نیکوست؟ آیا نظر و یک سری انجام امور مذهبی است؟ آیا به یک طریقی فقط ایمان هست؟ راه نجات و طریق نجات چه هست؟ البته در خود تفکرات الهیات مسیحی برداشت های متفاوتی داریم به طریقی که بعضی ها اعمال نیکو رو اون عامل و در واقع دلیلی برای این میدونن که ما خداوند بر اساس اعمال خوب ما ما رو نجات میده یک عده معدودی بسیار معدودی به این فکر میکنن که اعمال هست عده به این فکر میکنن که ایمان به خداوند ما عیسی مسیح هست و ایمان تنها راه نجات هست و در جلسات قبل یه چند جلسه اشاره کردیم که پولس رسول میفرمایند که اگر به دل ایمان آورید و به زبان اعتراف کنید که عیسی مسیح خداوند است و خداوند او را از مردگان برخیزانید نجات یافته در اونجا تاکید پولس رسول به دل ایمان آوردن هست و صحبتی از اعمال نیکو نمیکنه صحبت از این نمیکنه که رفتارهای ما نظرهای ما دعاهای ما اینها عاملی برای نجات هست عده دیگه از متکلمین یا متفکرین مسیحی به این اعتقاد دارن که فقط ایمان به تنهایی نمیتونه ما رو نجات بده و بعضی دیگه معتقدند که اعمال به تنهایی نمیتونن ما رو نجات بدن بلکه یک مجموعه یک اشتراکی بین ایمان و اعمال با هم اینها ما رو به نجات میدن و ما رو وارث ملکوت خدا خواهند کرد پولس رسول در این قسمت صحبت از وارثان ملکوت خدا میکنه که چه کسانی وارثان هستند و این مقدمه رو که خدمتتون عرض کردم این چند دیدگاه مسیحی در مورد وارثان ملکوت خدا هست که یه مقدار ما نمیخوایم سعی کنیم بگیم کدوم ها دقیقاً صحیح هست نمیخوایم به اعتقادات و به تعالیم متفاوتی که هست خدای نکرده یکی رو بپذیریم یکی رو نپذیریم ولی اون چیزی که هست این است که ما به همه احترام میگذاریم ولی با توجه به تعالیم پولس رسول ما به چه باید اعتقاد داشته باشیم و درس ما و توجه ما امروز پولس رسول پیغامش به ما چی هست پس در این بخش که کلاس ما در واقع تیترش نجات شناسی نیست تیترش در واقع از حوصله و از وقت برنامه ما خارج هست که ما پسش نجات شناسی در مسیحیت رو بررسی نمی کنی. یعنی اشاره کوتاهی کردم و البته شاید در فرصت‌های بعدی یا شاید در برنامه‌های دیگری عزیزان دیگر و معلمی دیگری به این مسئله بپردازند فقط این رو خواستم مشخص کنم که در این جلسه ما به نجات شناسی در مسیحیت نمی پردازیم بلکه به این تعلیم دشوار پولس رسول در مورد وارثان می پردازیم و علت اشاره به این یکی دو نکته که چند لحظه قبل گفتم این بود که یک مقدار زمینه رو آماده بکنیم که چه چیزی این مسئله رو مشکل میکنه چرا؟ به این علت که پولس رسیل در این قسمت یک لیستی از اعمالی به کار میبره یک لیستی از گناهانی رو به نام میبره که اگر این افراد این گناهان رو داشته باشند اینها وارث ملکوت نخواهند شد مشکل دو تا است مشکل یکی این هست که وارث ملکوت خدا شدن بر اساس این آیات بر اساس اعمال گذاشته میشه و مشکل دوم این هستش که آیا اینها تنها گناهان موجودی هستند که اگر فقط اینها رو انجام ندیم ولی گناهان دیگر رو بکنیم آیا وارث ملکوت خواهیم شد؟ اگر ما یک ورق کاغذی رو برداریم و تمام این گناهانی رو که پولس رسول در این دعایه نه و ده از اول قرنتیان باب 6 ذکر کردن رو اگر روی این کاغذ بنویسیم ممکن از خودمون بپرسیم ما خودمون رو در یک در هیچ کدوم از این گناه ها نمی بینیم. پس اگر یک شخص گناهکاری بیاد ببینه فقط اگر این گناهان را انجام نده ولی گناهان دیگر رو انجام بده میتونه وارد ملکوت خدا بشه این مشکل ساز هست همونطور که گفتم مشکل در این قسمت در این بخش از تعالیم پولس رسول اون چیزی که برای ما یک سوء تفاهم ایجاد میکنه اول این هست که چطور نجات به جایی که بر روی ایمان ایسای مسیح هست بر اساس اعمال سنجیده میشه چرا که پولس و رسول میفرمایند کسانی که این کارها را میکنند وارث ملکوت نخواهند شد پس عامل نجات، شاخص نجات، اون چیزی که دلیل بر سنجش این عامل میشه که چه کسی وارث خواهد شد و چه کسی نخواهد شد بر اساس اعمال گذاشته میشه و باز هم همونطور که گفتیم مشکل دوم این استش که محدودیت این لیست هست گناهان ما بیشمار هست اما پولس رسول یک لیست معدودی رو در اینجا به قول معروف اشاره میکنن که ورود به ملکوت اگر بر اساس اعمال باشه بسیار ساده خواهد شد پس این مشکل هست و بین متکلمین و معلمین کتاب مقدس این صحبت هست که منظور پولس رسول واقعا از این آیات چی هست البته پولس رسول در رسالات دیگر خودش باز لیست های مختلفی رو داده لیست گناهان مختلفی رو داده که باز اشاره میکنن که اگر کسانی که این گناهان رو دارن اینها وارد ملکوت نخواهند شد اجازه بدید یه چند تا از این لیست ها رو باز بخونیم که وقتی این چند تا لیست پولس رسول رو در کنار هم قرار بدیم یک لیست بزرگتری به وجود خواهد آمد پس هم یه خبر بدی هست برای کسانی که فکر که خب چقدر آسون شد چقدر ورود به ملکوت و وارث بودن ملکوت چقدر آسون شد پولس یه ده دوازده تا دو گناه رو نام برد و خدا رو شد که ما جزو اینا نیستیم پس به طور اتوماتیکوار ما وارد ملکوت میشیم خب به بد نیوز خبر بعد این هستش که پولس رسول چند تا لیست دیگه هم داره اجازه بدید اون لیست ها به این اضافه کنیم یه خورده لیست طول بلندتر خواهد شد و البته باز اشاره خواهیم کرد که منظور پولوز چیز دیگری است لیست دیگری که پولس رسول به اون اشاره میکنه در قلاتیان هست در قلاتیان باب پنج رساله به قلاتیان باب پنج آیه 19 تا 21 به چند گناه دیگه باز اشاره میفرماید و اعمال جسم یعنی زنا و فسق و ناپاکی و فجور و پرستی و جادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و خشم و تعصب و شقاق یعنی جدایی ها بدعتها، حسد، قتل، مستی، لحب و لعب و امثال اینها که شما را خبر میدهم چنانکه قبل از این دادم که کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خدا نمیشوند میبینید یک خورده لیست بلند تر شد از اون چیزی که در رساله به قرنتیان بود اما باز هم لیست دیگری هست که پولس رسول به اشاره میکنه در افسوسیان رساله پولس رسول به افسوسیان باب پنج آیات سه و پنج باز اشاره میکنه به گناهان دیگری میفرماید اما زنا هر ناپاکی و تمع در میان شما هرگز مذکور هم یعنی صحبتش هم نکنید مذکور هم نشود چنان که مقدسین را میشاید یعنی شایسته است و نه و بیهودگویی و چرب زبانی که اینها شایسته نیست بلکه شکرگزاری زیرا این را یقین میدانیم که هیچ زانی یا ناپاک یا تما که بود پرست است میراسی در ملکوت مسیح و خدا ندارد می بینید لیست داره بلند و بلندتر میشه باز در رساله پولس رسول به کولسیان باب سه آیات پنج تا نه لیست دیگری هست پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید زنا و ناپاکی و هوا و هوس و شهوت قبیه و طمع که بود پرستی است که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت یعنی بر فرزندان گناه وارد می آید که شما نیز سابقا در اینها رفتار می کردید هنگامی که در آنها زیست می نمودید لیکن الحال شما همه را ترک کنید یعنی خشم و قیز و بدخویی و بدگویی و فخش را از زبان خود ترک کنید به یکدیگر دروغ مگویید چون که انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کرده اید و تازه را پوشیده اید که به صورت خالق خیش تا به معرفت کامل تازه می شود عزیزان یک تنفس کوتاهی را خواهیم داشت و بعد از اون برخواهیم گشت به ادامه این صحبت و توضیح خواهیم داد که منظور پولس از این آیات چه هست؟ سلام مجدد در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه تعالیم دشوار پولس رسول و بحث امروز ما در مورد این بود که چه کسانی وارث ملکوت خدا خواهند شد اشاره کردیم که پولس رسول در اول قرنتیان با به شش آیات تا ده لیست گناهانی رو مطرح می کنند که لیست زیاد بلند بالا نیست و بعضی ها از این خوشحال شدند که خب اگر شرط ورود به ملکوت خداوند و وارث ملکوت خدا شدند به این آسونی هست با اسم ده دوازده تا گناه رو اگر اینها رو نکنیم وارد میشیم و گفتیم که این شاید زیاد امیدوار نکنید خودتون رو به اون یه چند تا لیست دیگه پولس رسول رو خواندیم و لیست بلندتر شد ولی باز بعضی ها ممکنه امیدوار باشن که سعی خواهیم کرد خودمون رو تو این لیست قرار ندیم مثل یک لیست سیای هست بلک لیست هست که فکر کنیم اگه 25 30 تا اسم گناه باشه اگر ما اینا رو انجام ندیم وارد ملکوت خواهیم شد گفتیم این طرز تفکر این طرز برداشت بر اساس این آیات غلط هست و سوء تفاهم بر ما ایجاد میکنه به این دلیل که فکر میکنیم ایمان مسیحی بر اساس شایستگی هاست ایمان مسیحی بر اساس گناه نکردن هست ایمان مسیحی و نجات مسیحی بر اساس اعمال هست که برداشت ما از کلام خدا این نیست ما میدانیم راه نجات ما میدانیم دلیل نجات و داشتن تولد تازه داشتن حیات ابدی و وارث ملکوت خدا شدن فقط جنبه اعمال نیکو نداره بلکه ایمان به عیسی مسیح که تنها راه راستی و حیات هست پس ایمان هست که به ما حیات جاودانی میده و نه اعمال این یک مشکلی بود که اشاره کردیم سوء تفاهم ایجاد میکنه اما چرا پولس از این لفظ استفاده میکنه که چنین کسانی وارث ملکوت خدا نمیشوند اگر ما توجه خودمون خود رو به قسمت دوم بیانات پولس رسول بکنیم شاید بهتر متوجه بشیم که منظور او چه هست پولس رسول به کلیسا می نویسه لیستی رو که خوندیم از رساله به افسوسیان از رساله به کولسیان به ایمانداران می پولس رسول این رو نمی نویسه به بی ایمانان که ای بی ایمانان اگر شما این کارها را نکنید وارث خواهید شد و چون شما این کارها را می کنید وارث نخواهید شد در این لیست بلندبالایی بالایی که پولس رسول میفرمایند یه چند تا گناه هست که شاید همه ما این شامل حال ما بوده و ممکنه بعضی سوال کنن با توجه به این لیست ممکنه که لیست یه خود کوچیک باشه زیاد بلند بالا نباشه یه چهل پنجاه تا اسم گناه هست ولی در این حال بعضی گناهان در این لیست هست که اگر ما فقط اینها رو انجام بدیم آیا اینها مانع ورود ما خواهد بود؟ مثلا پولس رسول صحبت میکند از حسد بسیاری از ما این رو به خود میگیم که من حسودی کردم و بعد از ایمان آوردنم به مسیح هم گاهی اوقات وسوسه شدم که حسودی کنم پولس رسول در مورد بدگویی میگه صحبت پولس رسول در مورد فش میده کسی که یک سخن بد و ناشایست از زبانش بیرون بیاد آیا وارد ملکوت آسمان نخواهد شد آیا دروازه های ملکوت آسمان بسته شده به یک فوش این یه مقدار مشکل میکنه و ما رو گیج میکنه که بالاخره ما چگونه وارث ملکوت آسمان خواهیم شد مگر تا حالا شبانان به ما نگفته بودند که عیسی مسیح رو بپذیری در قلب خودتون و نجات خواهید یافت حالا پولس رسول میگه اگر شما فوشم بدید حسودی کنید وارث نخواهید شد کدوم راست میگه خود پولس رسول اشاره میکرد که شرط نجات ایمان هست اما این گناهان رو میاره که به یاد مسیحیان بیاره به یاد مسیحیان بیاره که ای مسیحیانی که شما در این گناهان زندگی می کردید ولی به ایمان به عیسی مسیح نجات پیدا کردید بعضی از این گناهان در جنبه زندگی رفتاری و روزانه شما هنوز دیده میشه. عزیزان حقیقت این هستش که وقتی شخصی ایمان بیاره به عیسی مسیح و تولد تازه پیدا میکنه طبیعت کهنه او اون بذر گناهان گذشته هنوز در اون هست اما چرا میگیم طبیعت تازه چرا میگیم تولد تازه به این معنی هست که خداوند با فیض خودش به ما یک فرصتی داده تا در خانواده روحانی او در ملکوت او در اونجا متولد بشیم اما تا زمانی که بر کره زمین هستیم این طبیعت گناهالود خودمون رو در این جسم با خودمون خواهیم کشون به خاطر همین هست که پولس رسول به مسیحیان می نویسه و میفرمایند که شمایی که اینها رو داشتید لطفا اینها رو ترک کنید این به این معنی است که و این نشان میده و دلالت میکنه به اینکه بعضی از مسیحیان در کلیسای قرنتس در کلیسای افسس و در کلیسای کولسی نجات رو داشتند اما در این حال بعضی از این گناهان رو در این زندگی میکردن بعضی از این گناهان در زندگی اونها دیده میشد و حتی ذکر میشد به همین دلیل هست که پولس رسول در افسوسیان باب پنج میفرمایند که حتی ذکر اینها حتی اصلا صحبتش هم نکنید این به نظر میرسه که صحبتش بوده حسادت بوده در رساله به قرنتیان خودش میفرماید که شما نسبت به هم حسودی نکنید در بین مسیحیان اختلاف نظرهایی بوده شقاقها بوده جدایی ها بوده آیا چون کسانی که جدایی کردند با هم راه نرفتند آیا از ملکوت آسمان از ملکوت خدا به بیرون رانده میشن چون اسم شقاق این گناه شقاق در این لیست هست آیا نجات خودشون را از دست میدن عزیزان نه به این معنی نیست چرا که پولس رسول در همون اول قرنتیان باب شش تاکید میکنه که علت نجات ما چی هست من این آیه رو مجددا میخونم که میفرماید بعضی از شما چنین می بودید لیکن قسل یافته ببین شرط چی هست قسل یافته و مقدس گردیده و عادل کرد، کرده شده اید به نام عیسای خداوند و به روح خدای ما تازگی و ایمان توسط عادل شمرده شدگی پذیرفته شدن به نام ایسای مسیح است. عادل شمرده شدگی در مسیحیت به این معنی هست که خون ایسای مسیح ما رو میپوشونه. وقتی خداوند به ما نگاه میکنه من رو نمی بینه بلکه اون خون ایسای مسیح که مثل یک پارچه روی ما قرار گرفته خداوند روی ما عیسی مسیح رو میبینه و به خاطر دیدن خون عیسی مسیح ما وارد و وارث ملکوت خداوند میشیم اما این به این معنی نیست که ایمانداران خطا و گناه ندارن در چند جلسه قبل آیه رو از رساله اول یوحنا باب یک از آیه هشت براتون قرائت کردم که باز یوحنای رسول خطاب به مسیحیان میفرمایند که اگر گوییم که گناه نکردیم دروغگو هستیم و خدا را دروغگو میشماریم پس یک چیز رو مشخص کنیم اولا نجات از طریق ایمان هست نه از طریق اعمال دوم وقتی که شما نجات پیدا کردید اگرچه مرتکب گناهانی شدید که در این لیست های پولس رسول ذکر اون هست از ملکوت بیرون رانده نخواهید شد شما نجات خودتون را از دست نخواهید داد با حسد بردن با بدگویی کردن سوم اون چیزی که هست این هست که احتمال داره مسیحیان با وجودی که تولد تازه دارن اما مسون از گناه کردن نیستند. با توجه به این سه نکته معنی کلام پولس رسولی خود برای ما آشکار میشه پولس رسول اشاره میکنه الان شما که کلیسا هستید الان شما که ایماندار هستید و دارید کلام خداوند رو بشارت میدید دارید دیگران رو به ملکوت خداوند دعوت میکنید دارید اونها رو به زندگی و تازگی در مسیح اونها رو دعوت میکنید یک چیز رو به یاد بیارید که شما بخشیده شدید اما بخشیده شدن به این معنی نیست که در همون زندگی بمانید چرا چون نظر خداوند نقشه خداوند این هست که تمام این گناهان از ما زدوده بشه از ما برداشته بشه و ما به جهت دیگری نگاه کنیم ما به عقب خودمون نگاه نکنیم به اون زندگی گذشته خودمون نگاه نکنیم چون اون زندگی گذشته ما اون زندگی گناه ما اون ما رو نمی آورد به ملکوت آسمان گناه مانع یافتن و شناخت و خداوند بود در واقع پولس رسول در این آیات به این اشاره میکنه که دنیای گذشته زندگی قدیم رو به یاد بیارید اون تلخی اون رو به یاد بیارید اما به جای اینکه اون رو ادامه بدید یک فکر تازه در خود داشته باشید به ایمان مسیحی زندگی کنید اونها رو ترک کنید و برای خداوند ظرف پاکی باشید مثل خمیر ای هست که هر چقدر در خمیر بمونه اون رو بیشتر تخمیر میکنه پولس رسول هشدار میده به ایمانداران که گناه مخرب هست گناه موندن درش انسان و ایمانداران رو صدمه میزنه نجاتشون رو از دست نمیدن اما در عین حال اون عدالت خداوند اون زیبایی خداوند در اونها دیده نمیشه پس معنی پولس از این آیات چه هست بس یک تکرار کوتاه بکنیم و اون اینه که عزیزان متوجه باشید که زندگی شما با زندگی گذشته باید فرق بکنه اگر شما ادعا میکنید که در ملکوت خداوند هستید نمیتونید همونطور باشید که قبل از ایمان آوردن داشتید چرا؟ چون اگر همونطور باشید اون, ت... اون ستایل زندگی، اون روش زندگی اون نمیتونه شما رو وارث برکت خداوند کنه اون مانعی بود برای یک زندگی خداپسندانه و یک زندگی مسیحی پس زندگی شما باید روش جدیدی داشته باشه اونها رو ترک کنید آیه زیبایی در کلام خداوند هست که عیسی مسیح میفرمایند زن لوت را به یاد آورید لوط در عهد عتیق کسی بود که از شهری بیرون آمد از صدوم و قموره که دو تا از شهرهای بسیار پر از گناه و بی خدایی در اونجا قوقا می کرد وقتی که از اینها خارج شدند فرشته خداوند به اونا امر فرمود که وقتی خارج میشید به عقب خودتون نگاه نکنید وقتی که به عقب نگاه کنید شما خاکستر خواهید شد تمام کسانی که خارج شدند به عقب نگاه نکردند مگر زن لود که زن لود با تمام زیبایی که اون شهر داشت خواست یک بار دیگه برگرده و محبت داشت قلبش در اون شهر بود بیرون اومده بود جسمان ولی فکرش اونجا بود کلام خداوند میفرماید که وقتی زن لود برگشت و نگاه کرد خاکستر شد این یک یادآوری برای ما هست که عزیزان و خود عیسی مسیح را فرمودند زن لود را به یاد آورید پولس رسول با ذکر این لیست های گناهالود یک هشداری رو به ما میده به یاد آورید زن لوت رو به یاد بیارید که زندگی گذشته گذشته به عقب نگاه نکنید بلکه خودتون رو مثل یک فطیر تازه بدون خمیر مایه بدون گناهان به خداوند بسپارید عزیزان دعای من این هست که به جلو نگاه کنیم به کار خداوند در خودمون نگاه کنیم به کار روح القدس در خودمون نگاه کنیم خدا را برای نجاتش شکر کنیم و اجازه بدیم که کلیسا جای پاکی باشه زندگی ما جای پاکی باشه که ذکر گناهان گذشته در اون نیست بلکه شهادتی برای کارهای خداوند هست خدا شما را برکت بده خدا شما را در زندگی ایمانی خودتون رشد بده و امیدوارم که در جلسه دیگه بار دیگر بتونیم با هم کلام خداوند رو مطالعه کنیم با شما در خداوند خادم حقیرتان